سلام به شما. من امید نوری پور هستم، نماینده پارلمان فدرال آلمان از حزب سبزها. من اصولا زیاد به زبان فارسی ویدیو پخش نمی کنم، برای اینکه خب شغل من وکالت و نمایندگی مردم آلمان و اصولا این به زبان آلمانیه، ولی ریشه ایرانی دارم که نه فراموش میتونم بکنم نه فراموش خواهم کرد، و به خاطر این ریشه وظیفه منه نه فقط وضعیت ایران رو به آلمانیا توضیح بدم، و بلکه صدای مردم ایران رو به مردم آلمان برسونم و صدای مردم آلمان به مردم ایران برسونم. و این صدا در حال حاضر خیلی بلنده و خیلی دردناکه، به خاطر اینکه دروغ، فشار و ظلم روز به روز روی مردم ایران بیشتر میشه. در نتیجه وظیفه ما به عنوان حزبای دموکراتیک در آلمان، در اروپا، در جهان همبستگی و پشتیبانی با مردم ایران. حالا این روزا یه حزب نازی که تو پارلمان آلمان هست شروع کرده یه دفعه اولین بار در تاریخ راجع به حقوق بشر صحبت کنه. یه سخنرانی کردن که بر ضد هر کاری بود که تا الان کرده بودن. گفتن همبستگی خودشون رو میخوان نشون بدن، نه فقط با مردم ایران و حتی با مردم سوریه. و این چیزیه که منو خیلی ناراحت کرد و دروغ خیلی عظیمی بود، برای اینکه این حزب اونیه که میره دمشق مهمونی اسد، بدترین قاتل خاورمیانه که 600 هزار نفر مردم خودشو کشته با کمک ایرانیا که و با کمک حزب الله لبنان، که به اونا بگن که اسد آدم خوبیه، خوب کاری میکنه، جنگشو ببره که اینا بتونن خارجی‌ها و پناهنده‌های سوریه رو برگردونن به سوریه. اینا هدف اصلیشون اینه که هر خارجی در آلمان هست بندازن بیرون و پناهنده‌ها رو برگردونن. یعنی میخوان پناهنده‌های ایرانی که از دست ظلم و فشارم فرار کردن اومدن آلمان، میخوان برگردونن به ایران. این حزب اونیه که راجع به هولوکاست به سبک آقای احمدی نژاد صحبت میکنه. میگن هولوکاست چیز بزرگی نبود، زیاد مهم نبود. این کشتن 6 میلیون یهودی زیاد مهم نبود. این حزب نازی نه فقط نظر من نازیه، حتی دادگاه آلمان هم میگن که اینا میشن بهش بگیم نازی، برای اینکه هدفاشون همون هدفایی که هیتلر داشته، همون هدفای نازیه. در این لحظه خیلی مهمه که حرفای اینا رو ما باور نکنیم و گولشون رو نخوریم. مردم ایران ده ها ساله که بهشون دروغ گفته میشه. ظلم خیلی عظیمه و در نتیجه خیلی مهمه که این دروغ ها رو که نازی ها رو ما دیگه باور نکنیم. ما این دیدن این حرف های اینا برای من خیلی دردناکه، ولی دردناکترین چیز حقیقت رو بخواهید نازی ها نیستن در حال حاضر. دردناکترین چیز برای من اینه که بعد از قتل عام زندان ها سال 67، بعد از کشت و کشتار مردم، بعد از انتخابات 88، بعد از این همه ظلم، بعد از کشتن 1800 نفر، بعد از در آبان به خاطر تظاهرات هایی که بود بر علیه ظلم و گرانی، بعد از کشتن بیگونه ها در هواپیمای اوکراینی، بعد از اینکه خانم نصیر ستوده رو 33 سال انداختن زندان برای اینکه مخالف با اعدام اطفال، بعد از اینکه سمیر رجبی رو میگن جاسوسه به خاطر اینکه میخواد به یوز پلنگا برسه که اونا هم کشته نشن در ایران، بعد از اینکه این همه مردم ضربه خوردن، این همه ظلم خوردن، حالا فشارهای بیشتر میشه. حالا میتونیم به ما فوش بدیم بگین روش ما غلطه، میتونیم بگین خواهیم برای اینکه میخوایم برجام بمونه که نه ایران به بمب اتمی برسه نه عربستان سعودی، بگین ما میتونیم به ما بگین که ما وطن فروش هستیم برای اینکه میریم با رؤسای نظام صحبت میکنیم، نه برای اینکه نمکشون رو بخوریم، بلکه برای اینکه یه نفر به اینا بعد تو صورتشون بگه که وضعیت حقوق بشر در ایران وحشتناکه. به ما میتونیم بگیم که ما اشتباه میکنیم که روش آمریکایی‌ها رو قبول نداریم، روش فشار اونا رو قبول نداریم، برای اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که اشتباهه و فشار روی مردم وقتی آسپرین دیگه 7 تومن نباشه بلکه 170 تومن باشه، و برای اینکه ما دیدیم رژیم چنج و سبک آمریکایی در منطقه به کجا رسیده. این فشار ما میتونیم بدیم، ولی خواهش میکنم حرف اینا رو قبول نکنین، حرف نازیا رو باور نکنین. ما راهمون رو ادامه خواهیم داد برای کمک به مردم ایران، برای ندا، برای سهراب، برای پویا، برای حسن و برای خیلی ها بیشتر که کشته شدن، لطمه خوردن، زندان رفتن، شکنجه شدن.